حالا منبع تغذیه رو میذارم روی 4 ولت. ببینیم چه اتفاقی برای LED میفته. خب همونطور که دیدید LED سوخت. درود بر شما. این مدار پشت آمپر خودرو هست. میخوایم کمی در رابطه با این مدار صحبت کنیم. غالبا مشکلاتی که تو این مدار به وجود میاد مربوط به قطعی مسیرها میشه. تو این مدار میخوام یه قطعی خیلی خاص رو به شما نشون بدم. البته این بورد اسقاطی هست. موتورهام روی مدار وجود ندارن. همون موتورهایی که عقربه ها رو به حرکت در میارن. این میکرو این بورده. این IC راه اندازه و اینم بخش تغذیه هستش. غالبا خازنی که در اینجا قرار داره دچار مشکل میشه. اینا هم LED های نمایشگرها هستن. این LED ها رو غالبا با 2 ولت میشه چک کرد. البته با مولتی متر هم میشه چک کرد. 2 تا کانکتور در اینجا داره. این قطعاتی که اینجا هستن دیود هستن، ترانزیستور نیستن. پایه سمت راست اونا آزاده. قطعات سه پایه شبیه ترانزیستورهای SMD. اینا هم دیود هایی هستن که ولت هاش رو به بخش های مختلف میرسونن. برای اینکه بتونیم LED ها رو چک کنیم میتونیم از پراپ های سوزنی استفاده کنیم. از این پراپ ها میشه استفاده کرد. ما به کمک این پراپ ها هم میتونیم ولتاژ تزریق کنیم و یا میتونیم به کمک فانکشن جنراتور سیگنال تزریق کنیم. تفاوت فانکشن جنراتور با سیگنال جنراتور در تعداد شکل موجاشه. سیگنال جنراتور غالبا 2 تا شکل موج میده، مربعی و سینوسی، ولی فانکشن جنراتور سیگنال های بیشتری میده. حالا چجوری اینو به منبع تغذیه وصل کنیم؟ گیره سوسماری منبع تغذیه رو به بخش فلزی وصل کنید. به این حالت. حالا منبع تغذیه رو 2 ولت تنظیم میکنم تا بتونم این LED ها رو چک کنم. البته به کمک مولتی متر هم میشه. منبع تغذیه روی 2 ولت هستش. LED سالمه، این LED هم سالم. بس LED ها رو چک میکنه. یه LED در اینجاست، یکی این LED سوخته. اینو زیر لوب بهتون نشون میدم. حالا به کمک مولتیمتر. مولتیمتر رو تست دیود هست. خب LED روشن شد. 1.7 ولت هم داره مصرف میکنه. برای جدا کردن این چیپ ما میتونیم از هوای گرم استفاده کنیم. برای لحیم کاری مجدد بهتره از این نوک هولی استفاده کنیم. البته اجباری نیستش. حالا میخوام زیر لوب قطعی مدار رو بهتون نشون بدم. خب دقت بفرمایید. چیپ رو خارج کردن و دوباره موقع لحیم کاری چیپ حرکت کرده اومده کنار. بس پایه ها به هم اتصال شدن. در اینجا زوم رو تغییر بدم. این بخش رو دقت بفرمایید. پس این چیپ باید خارج بشه و دوباره نصب بشه. ولی ما با اینجا کار داریم. در اینجا دقت بفرمایید. این یه تیکه. اینجا مدار قطع شد. در حالت عادی دیده نمیشه. زوم کنم. پس مدار در اینجا دوچار قطعی. ما باید IC رو خارج کنیم و دوباره این بخش رو ترمیم کنیم. هم میتونیم به کمک هوای گرم IC رو خارج کنیم، هم میتونیم به کمک هویه این کار انجام بدیم. کمی روغن لحیم میزنم یا روغن فلکس، فرقی نمیکنه. میتونید از روغن فلکس استفاده کنید.
دوباره پایه‌ها رو لحیم میکنم. حالا به کمک هیتر خیلی راحت آیسی رو میتونیم برداریم به صورت چرخشی. حالا باید مکان قرارگیری آیسی رو تمیز کنیم. سیم قلکش رو وارد روغن لحیم کنید یا روغن فلکس، هیچ فرقی نمی کنه. بذارید کاملا گرم بشه. نکشید رو مدار. گرم شد حرکت بدید. با تینر 20,000 میشورم اون بخش رو. خشکش میکنم ببینم کدوم پای قطع بود. خب دو راه وجود داره. هم میتونیم این بخش رو سیم کشی کنیم. هم میتونیم از اینجا. این پایه از اینجا حرکت کرده و اومده خورده به این پایه و اینجا. یعنی کافیه ما یه سیم از اینجا بکشیم از این ناحیه تا به اینجا تا این مشکل رفع بشه. میتونیم همین یه تیکه هم ترمیم کنیم. خب من یه تیکه رو میبرم. بهتره که سیم کشی رو از روی مدار انجام بدیم، چون اگه بیاد زیر آیسی باعث میشه که آیسی یه مقدار به سمت بالا حرکت کنه. البته میشه کمی آیسی رو فشار داد و پایه هاش رو در اینجا محکم کرد، فرقی نمی کنه. من فعلا همین رو ادامه میدم. کمی روغن میزنم. خب سیم رو قرار میدیم. فعلا به اینجا لحیم میکنم ثابت بمونه. خب بخش اضافه رو قطع میکنم. خب روغن لحیم های اضافه رو پاک کردم. حالا با تینر میشورم. صبر میکنیم تا خشک بشه. بعد از اینکه این قسمت خشک شد، حالا باید از چسب یووی استفاده کنیم تا اینجا کاملا سفت بشه و پوشیده بشه، ولی مقدار چسب رو زیاد نمیزنیم. در اینجا هستش. من از این چسب استفاده میکنم، یووی مشکی و از این LED با 9 ولت کار میکنم.
مقدار خیلی کمی چسب میزنم. همینقدر کفایت میکنه. حالا LED رو روشن میکنم. باید صبر کنید تا چسب خشک بشه. بعد از اینکه چسب خوش شد، ما باید IC رو جایگذاری کنیم. در ابتدای ویدیو هم گفتم نیازی نبود این تیکه رو ترمیم کنیم. میتونستیم یک سیم از اینجا و مسیر رو دنبال کنیم، یا به این پایه لحیم کنیم یا به این پایه. این فقط روش اجرای کار بود. برای جایگذاری IC میتونیم دوباره اینجا رو لحیم کنیم، IC رو قرار بدیم، یا از لحیم روی خود IC استفاده کنیم. فرقی نمیکنه. من اینجا کمی روغن لحیم میزنم و از لحیم خود IC استفاده میکنم. خمیر فلکس هم میتونید استفاده کنید، فرقی نمیکنه. این پایه یک IC. در اینجا ما پخ داریم و اینور پخ نداریم. پس طرفی که پخ داره پایه یک اینجا قرار میگیره. در اینجا این چسب باعث شده که یه مقدار IC به سمت بالا حرکت کنه. پس من این پایه رو کمی فشار دادم و به سمت پایین بردم تا به بورد بچسبه. حالا دوباره میتونیم اینجا شارژ قل انجام بدیم. با تینر IC رو میشورم و خشکش میکنم. اگر همچنان پایی دچار مشکل بود، دوباره میتونید اونو لحیم کنید. حالا میخوام زیر لوب یک LED سوخته رو بهتون نشون بدم. این LED سوخته. این LED سالم هست. حالا میخوام به این LED 4 ولت تزریق کنم. ابتدا با 2 ولت LED روشن کنم. حالا منبع تغذیه رو میذارم روی 4 ولت. ببینیم چه اتفاقی برای LED میافته. خب همونطور که دیدید LED سوخت. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.